روز دوم، هدیه خودشناسی. اکنون که خواسته های خود رو به سطح آگاهیتون آوردید و آرزوهاتون رو مشخص کردید، وقت آن است که توجه خود رو معطوف آن عاملی کنید که مرموزانه و یا شاید نه چندان مرموزانه شما رو از تحقق بخشیدن به تمنای وجودتون باز می دارد. حال اگر آماده اید، الگوی تکراری گذشته خیش را پشت سر بگذارید. زمان آن رسیده که از هرچه شما رو در بند نگه داشته آگاه بشید. نفسی عمیق بکشید. می دانم ممکنه این کار کمی پیچیده به نظر برسه، اما به شما اطمینان میدم چندان هم سخت و پیچیده نیست. من تا به حال ده ها هزار نفر از سرتاسر جهان رو در این فرایند هدایت کردم. به اونها کمک کردم پرده از ناگفته های خیش بردارن، بر شرم های خیش غلبه کنن و احساس خشم، آزردگی و افسوس رو در آغوش بگیرن. بی هیچ شبهه می دونم فقط با رها کردن گذشته است که می تونید درهای قلبتون رو به روی آینده ای تازه، الهام بخش و باور نکردنی بگشایید. با اندیشیدن به اعمال گذشته خود از دیدگاه یک شاهد بی طرف، می تونید وقایعی رو که سبب شدن احساس بکنید دوست داشتنی نیستید و یا بی ارزش هستید واقع بینانه تشخیص بدید. در ادامه راه وارد مرحله ای از تفکر میشید که میتونید به جای آنکه حس مالکیت داشته باشید و با رفتارهاتون همزاد پنداری بکنید، از ماهیت اونها آگاه باشید. آن وقت میتونید جدا از قضاوت ها و تعصب ها با نگاهی روشن که حاصل قطع وابستگی های بیمارگونه و قدرت مشاهده بی‌طرفانه خیش از بیرون هست، به زندگی خود، به گذشته و حالتان بیاندیشید. برای انجام این کار باید آغاز به کاویدن گذشته خیش کرده و به کارهایی که آرزو می کنید نکرده بودید و حرفایی که آرزو می کنید نزده بودید اقرار کنید. باید به تمام انتخابهای کرده و نکردهی که شادی و عزت و نفس را از شما رو بودن اعتراف کنید. هر رفتاری که موجب میشه احساس یا نظر شما نسبت به خودتون خدشه‌دار بشه، باید در پرتو نور آگاهی قرار بگیره. اگر این رفتارهای کهنه از سنگر خاموش ناخودآگاه شما و از رنجش ها، پشیمانی ها و قضاوت های گذشته بیرون نیارید و پاکسازی نشه، همچنان مانع از ارتباط شما با آن منبع الهی خواهند شد که مشتاقانه منتظر بازگشت شماست. تا زمانی که خودآگاهی یعنی دومین عامل مهم تغییر رو در خود بیدار نکنید، به جای قدم گذاشتن زیر نور آگاهی، به راه رفتن در تاریکی ادامه خواهید داد. در بخشی از نمایشنامه شب دوازدهم اثر ویلیام شکسپیر، دلغک میگوید: تاریکی چیزی نیست جز جهالت. هنگامی که نسبت به رفتارهایی که شما و شخصیت شما رو شکل دادن آگاه نباشید، نسبت به آنچه که هستید یا میتونید باشید، در جهالت خواهید ماند. آنجا که جهالت هست، تعصب وجود داره و آنجا که تعصب وجود داره، تاریکی خواهد بود. و آنجا که تاریکی است، تکرار الگوهای اشتباه گذشته. امروز زمان آن است که یک قدم به عقب برداشته و از چشماندازی بی‌طرفانه آنچه را که دوست ندارید به مشاهده بنشینید. از شما خواهم خواست به زندگی خود آنطور که یک فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی را می‌بینید نگاه کنید. با اندکی فاصله
آنطور که بتوانید آنچه را دوست دارید و آنچه را دوست ندارید، آنچه را شما را ناامید میکنه و آنچه انرژی شما را میگیره، همه رو ببینید. کاری که اکنون باید انجام بدید اینه که با بی‌طرفی هرچه تمامتر از رفتارهایتان صورت برداری کنید. فکر کنید قرار فهرست موجودی اقلام به خصوص یک فروشگاه رو تهیه کنید. برای انجام چنین محاسبه و بررسی بی‌طرفانه و دقیقی، شما باید بتونید حقیقت خود و رفتارهاتون رو بدون شرمندگی یا سرزنش کردن ببینید. به احتمال زیاد تا به حال زیاد دچار شرمندگی و سرزنش شدید و فکر نمی کنم دیگر نیازی به اونها داشته باشید، کما اینکه هیچ نتیجه مثبت یا اقدام مؤثری نیز از این احساسات عایدتون نشده. امروز این فرصت رو دارید که بسیار صادقانه و بی‌طرفانه به رفتارهاتون بیاندیشید. اندیشیدن بدون تعصب و صادقانه نور شناخت رو به آگاهی شما ارزانی می‌دارد. مراسم پاکسازی. امروز روزی است که باید به صورت برداری صادقانه تمام تجربه های هضم نشده گذشته که هنوز در ذهن و بدنتون سم تولید میکنن بپردازید. آنطور که برنامه 12 قدم میگوید، صورت برداری بیباکانه و موشکافانه‌ای که به هیچ وجه تلخ و سرزنش بار نیست. با علم به این که این فرایند گامی اساسی در جهت آماده ساختن آگاهی خود برای رویدادهای باشکوه، مقتدرانه به استقبال اون برید. مکانی آرام پیدا کنید، جایی که هیچ کس مزاحمتون نشه و خلوتتون رو به هم نزنه. دفتر یادداشتتون رو با خود ببرید و در سکوت به سوالات زیر بیاندیشید. بدون شرم، بدون سانسور و بدون قضاوت هر چه به ذهنتون میرسه بنویسید. دلم میخواست چه کاری رو هرگز انجام نداده بودم؟ دلم میخواست چه خاطره ای رو میتونستم فراموش بکنم؟ دلم میخواست چه کاری رو میتونستم طور دیگر انجام بدم؟ در چه رفتار و اعمالی به طور عمدی یا غیر عمدی مشارکت داشتم که به دیگران آسیب رسونده؟ اگه دیدید این تمرین نوشتاری به نوشتن داستان ناخوشایند شما یا زندگیتون تبدیل شده، دست نگه دارید. نفسی عمیق بکشید، از داستان خود بیرون بیاید و سعی کنید موضعی بی‌طرفانه گرفته و با آگاهی به ادامه سوالات پاسخ دهید. اگر متوجه شدید غرق در احساساتی چون اندوه، افسوس، خشم یا رنج شده اید، فقط کافی است به آرامی به خود یادآوری کنید بیش از حد این مرحله را شخصی گرفته اید و با چند نفس آرام و عمیق ادامه کار خود را از سر بگیرید. فهرستی از تمام رویدادهای ناخوشایند زندگیتون که اونها رو خیلی شخصی گرفته اید رو بنویسید. چگونه خود را به خاطر اونها مجازات کردید؟ برای تنبیه یا مجازات خود چه می کنید؟ فکر می کنید چرا هنوز به آنها چسبیده اید و رهایشان نمی کنید؟ وقتی صورت برداری شما به اتمام رسید، ممکنه به این فکر فرو برید که حال برای آنچه نوشته اید چه باید بکنید؟ پاسخ این است: هیچ کار. هیچ کاری نباید انجام دهید. در حال حاضر فقط از شما می خواهم به این فرایند اعتماد کنید. از شما می خواهم
ایمان داشته باشید که فرایند کاویدن عمیق خیش و زدودن غبار درون و آوردن اون روی کاغذ به خودی خود قدرتی دگرگون کننده خواهد داشت. اکنون بار دیگر نفسی عمیق بکشید. فکر کنید اگر میتونستید اجازه بدید همه افکار، عقاید، احساسات و تجربیات انسانیتون خارج از شما به فاصله یک قدم دورتر از شما حرکت کنند، چه می کردید و چه زندگی داشتید؟ به هر چه فکر می کنید بر روی کاغذ بنویسید. غذای روح. دلیل تاریکیم عدم حضور نور است. تمرین صبحگاهی، افروختن نور عاطفی. نور عاطفی شما اکنون در چه وضعیتیه؟ از مقیاس 1 تا 10 خود را کجا ارزیابی می کنید و دوست دارید آخر روز کجا باشید؟ نیت شما برای امروز چیست؟ برای شعله ور ساختن و تقویت نور عاطفی درونتون چه هدفی میتونید برای خود تعیین کنید؟ اولین احساسی که میخواهید از تحقق یافتن نیت خود به دست آورید چیست؟ چه کاری باید انجام بدید تا مطمئن بشید نیت شما جلوه حقیقت به خودش میگیره؟ از چه کارها، افکار یا باورهایی باید دست بکشید تا به نیت امروز خود دست یابید؟ چه دعا، جمله یا عبارت شفابخشی رو میتونید هر روز با خود تکرار کنید که روحتان را تسلی و هدفتان را تجلی بخشد؟ در طول روز چند بار به شنیدن آن جمله نیاز دارید؟